به نام خدا. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ببخشید از اینکه کلاس یه مقدار دیر شروع شد. راستش چیزه، من این دفعه اول بود، یعنی بعد از این چیز برگشته بودم، داشتم میومدم، هم این ذره این سیستم پارکینگ و اینا خوب بلد نبودم، هم که یه مشکلات فنی سمت در اتاقم وجود داشت که خلاصه باعث شد یه مقدار دیر شروع شه کلاس. خلاصه از دوستان عذرخواهی میکنم، انشالله سعی میکنم از روز دوشنبه دیگه کلاس ها رو به صورت مرتب منظم تر تشکیل بدیم. خب ببینیم بچه ها، ما جلسه قبل راجب یه مقدار چه صحبت کردیم، راجب عرض به خدمتتون برآورد نقطه‌ای صحبت کردیم و اگه یادتون باشه مثلا گفتیم خب یه موقعی هست که ما یک کمیت هایی از جامعه رو میخوایم حساب کنیم، مثلا میخوایم درصد اشتغال تو جامعه رو حساب کنیم، یا میانگین حقوق کارمندان رو حساب کنیم، یا مثلا میانگین نمیدونم درصد ادبیات قبول شدگان کنکور رو، حالا یا خیلی چیزای دیگه. و چیزی که گفتیم این بود که خب در حقیقت اینجور مواقع اتفاقی که میفته اینه که ما توی جامعهمون یک کمیتی داریم یا یه پارامتری از جامعه داریم، مثل تتا که هم مثلا فرض کنید جامعهمون کل افراد درصد اشتغال داره میگه، یا مثلا جامعهمون همه کارمندان دولته، ستامون داره میانگین حقوقشون رو میگه، یا مثلا جامعهمون چه میدونم کل قبول شدگان کنکور یا قبول شدگان کنکور دانشگاهه و ستا داره میانگین درصد ادبیاتشون رو میگه. و در حقیقت اتفاقی که میفته اینه که چون ما مثلا به کل جامعه ممکن دسترسی نداشته باشیم، کاری که میکنیم اینه که میایم یه بخشی از جامعه رو میگیریم و سعی میکنیم که یک برآوردگر یا یک استیمیتور برای ستا بسازیم و خب حالا مثلا اینو با ستا حد نمایش میدیم. و حالا رفتیم در مورد روی یه حالت خاص در حقیقت تمرکز کردیم، گفتیم که فرض کنید که اون کمیتی یا پارامتری از جامعه که میخوایم حساب کنیم یه چیزی از جنس میانگین یک پارامتر در جامعه. توی شرایطی که ما این کمیتی که میخوایم حسابش بکنیم یه میانگینیه از یه کمیت روی اعضای جامعه، مثلا میانگین حقوق، هر کدوم از اعضای جامعه یه حقوقی دارن، من میخوام میانگینش رو تخمین بزنم، یا هر کدوم از اعضای جامعه یه درصد ادبیاتی دارن، من میخوام میانگینش رو تخمین بزنم. توی چنین شرایطی گفتیم مثلا فرض کنید که میانگین حقیقی که من رو جامعه دارم یه کمیتی مثل میو باشه، خب که میو اندیس ایکس، منظورم اینه که کمیت ایکس رو هر فرد جامعه که اندازه بگیریم، اون وقت میو میانگین این عدد رو کل اعضای جامعه است. و تو چنین شرایطی اون وقت مثلا من مقادیر کمیت مطلوبی که در حقیقت یه برآوردگری که میتونم بسازم اینه که بیام یک نمونه ساده تصادفی بگیرم، به این معنا که به سایز N، به این معنا که در حقیقت N نفر مستقل به صورت کاملا تصادفی از بین اعضای جامعه انتخاب بکنم، بیام این کمیت X رو توشون مشاهده کنم، با X1 تا XN نمایش بدم و یه برآوردگر خیلی طبیعی برای این میانگین که مثلا با میوحت نمایشش میدیم که یه تابعیه بر حسب X1 تا XN میتونه در حقیقت X بار باشه. X بار چیه؟ X بار میانگین این کمیت در این نمونه مونه. پس این میو X وقتی که من میانگین این کمیت X رو کل اعضای جامعه حساب میکنم، X بار وقتی که من میانگینه رو روی نمونه ساده تصادفیم دارم حساب میکنم. و خب به خاطر اینکه این آدما خودشون یه مجموعه ساده تصادفی هن، یه مجموعه تصادفی هن حالا به طور خاص، اون وقت اتفاقی میفته اینه که این x بار یه عدد تصادفی میشه، به خاطر اینکه میانگین یه تعداد عدد تصادفیه، خودشون n تا عدد تصادفی، من x بار هم یک عدد تصادفی میشه. این مثلا یه برآوردگری بود که برای میانگین در حقیقت داشتیم. و در حقیقت حالا یه ذرم راجع مثلا قصه های واریانس و اینجور چیزاش صحبت کردیم اگر که یادتون بیاد.
حالا من دیگه خیلی نمیخوام با ادامه آنچه در جلسه قبل گفته بودم و الان مرور کنم، میخوام برم سراغ ادامه مبحثمون که پوینت استیمیشن چه شکلی میشه. پس ما دیدیم که در صورتی که من کمیتی که میخوام تخمین بزنم میانگین یک کمیت جامعه باشه، یه برآوردگر طبیعی که یه نمونه ساده تصادفی بگیرم و بیام میانگین اونو تخمین بزنم. حالا قصه‌ای که راجع به واریانس هم داشتیم و جلسه قبل گذشت. حالا نکته‌ای که وجود داره اینه که ما خیلی وقتا اون پارامتری از جامعه که می‌خوایم مشاهدهش کنیم یا برآوردش کنیم یا تخمین بزنیم یک کسره. کسر به چه معنا؟ مثلا فرض کنید از من می‌پرسن چه کسری از اعضای جامعه هم شاغله، خب چه کسری از جامعه من در حقیقت بارانی. بارانی منظورم اینه که فرض کن که جامعه من میشه مثلا همه روزای سال، خب همه روزای سال مثلا در سال 1400، میخوایم چه کسری از روزهای سال بارانیه، یعنی بارون میادش. یا مثلا فرض کنید که من یه بار میوه دارم، جامعه من یه بار میوه است، سوال اینه که چه کسری از این بار میوه من مثلا سالمه. یا مثلا من فرض کنید راجع به دانشجوهای دانشگاه صحبت میخوام بکنم، میخوایم که چه کسری از دانشجوهای دانشگاه دختر هست. خب برای خیلی وقتا ما به طور طبیعی کمیتی که میخوایم تخمین بزنیم یک کسر از جامعه است، خب یعنی چه کسری از جامعه در یک ویژگی صرف میکنه. برای در حقیقت ما فرض کنیم اگه اومگا کل جامعهمون باشه و آ جمعیت مطلوبمون باشه، وقتی میگم جمعیت مطلوب، مطلوب به معنای خوبی و بدی نیستش، یعنی ما معمولا مطلوب رو به معنای یه چیزی که در حقیقت دوست داریم در ادبیات فارسی استفاده کنیم، ولی مطلوب منظور آن چیزی است که واقعا طلب شده، از ما خواسته شده. خب مثلا گفتن که برای ما اون جمعیت مثلا شاغل رو، کسری از جامعه که اون جمعیت مثلا شاغل رو می‌خوایم حساب کنیم، یا آدمای سالم، یا تعداد روزای بارانی، یا تعداد دانشجوی دختر. و من جمعیت مطلوب من میشه اینا. خب و چیزی که من میخوام سعی کنم تخمین بزنم یه عددی مثل پایه که حالا در حقیقت پایه ایه وابسته به این جمعیت مطلوبمونه و در حقیقت چیزی نیستش جز تعداد اعضای ای تقسیم بر تعداد اعضای اومگا. چرا اسه؟ خب تعداد اعضای ای تقسیم بر تعداد اعضای اومگا. خب و اینو از من خواسته شده که تخمین بزنم. خب چجوری اینو میتونیم تخمین بزنیم به نظرتون؟ در حقیقت من میخوام ببینم که چه کسری از اعضای جامعه توی این مجموعه مطلوب من یا ای من میفتن. خب چجوری میشونیم یه برآوردگر برای همچین کمیتی بسازیم؟ کسی ایده‌ای داره؟ هیچ ایده‌ای نداره؟ من چجوری میتونم بگم چجوری؟ یکی از دوستان میگن که نمونه گیری کنیم و کس رو توی نمونه حساب کنیم. خب در حقیقت برای اینکه این پیشنهاد دوستتون اینه که میگه که خب مثلا بیام یه نمونه ساده تصادفی بگیریم، این نفر از اعضای جامعه رو بگیریم به تو تصادفی، ببینیم چند نفرشون تو ای افتادن. این نسبت رو به عنوان یه تخمینی از پای یا پای ای در حقیقت در نظر بگیریم. این پیشنهاد دوستتون خیلی پیشنهاد خوبیه و من در حقیقت قبل از اینکه بگم این پیشنهاد چرا خوبه، سعی میکنم که یه ذره اینو یه جور دیگه فرمالایزش کنم. ببینید من میتونم در حقیقت برای این جمعیت مطلوبم که در حقیقت ایه یه متغیر مشخصه تعریف کنم. خب متغیر مشخصه چجوریه؟ در حقیقت من یه متغیر مثل آی تعریف میکنم که به ازای هر فرد از جامعه مثل اومگای کوچیک، اگر اومگا توی ای باشه اینو یک تعریف میکنم، اگر اومگا توی ای نباشه اینو صفر تعریف میکنم. خب حالا من جا به جا نمادگذاری ها بعدا متفاوت خواهد شد یه ذره، یعنی در حقیقت من در آینده
اینو ممکنه به این صورت نمایشش بدم و برای اینکه مثلا وابستگیش هم به A هم به اومگا رو نشون بدم، ولی فعلا الان اینو بی خیال چی؟ پس اگه اومگا یه فردی از جامعه باشه، من یه متغیر مشخصه ای تعریف میکنم نظیر A، که اگه اومگا تو A بود این یک میشه، اگه اومگا توی A نبود این آیا اومگا صفر میشه. خب الان اگه من رو همه اومگاهای توی اومگای بزرگ آیا اومگا رو جمع بزنم چند میشه؟ این عدد چند میشه؟ تعداد اعضای A. دقیقا در حقیقت اتفاقی که میفته اینه که اگه من این رو همه اعضای جامعه جمع بزنم، خب اتفاقی که میفته اینه که رو اومگاهایی که توی A این مقدار یکه، توی اومگاهایی که توی A نیست صفره. برای من به تعداد اعضای A یک جمع کردم که میشه خب دقیقا خود تعداد اعضای A. خب حالا اگر که نگاه کنید در حقیقت من کمیتی که میخوام تخمین بزنم چیه؟ اگر من بیام یه فرد تصادفی از جامعه رو در نظر بگیرم، خب و آیه یک رو بگیرم وضعیت اون فرد، وضعیت اون فرد یعنی این که همین متغیر در حقیقت چیزو چی میگم متغیر مشخصمو بیام رو اون حساب کنم، ببینم این فرد تصادفی، نفر اول تصادفی که من گرفتم آیا توی A هست یا نه. خب پس آیه یک رو بگیرید وضعیت این که یک فرد تصادفی در جامعه توی A هست یا نه، اگه تو A بود یک، اگه نه صفر. خب با این تعریف A1 یه متغیر تصادفی میشه. اوکی امید A1 چقدر میشه؟ امید A1 به احتمال تعداد اعضای A تقسیم بر تعداد اعضای S مقدارش میشه 1. خب اگه اون فرد تصادفیه که من انتخاب کردم تو مجموعه A باشه مقدار میشه 1، خب چقدر احتمال داره تو مجموعه A باشه تعداد اعضای A تقسیم بر تعداد اعضای S؟ خب اگر که توی A نباشه که چقدر احتمال داره میشه تعداد اعضای S منهای تعداد اعضای A تقسیم بر تعداد اعضای S؟ تو این شرایط مقدار I صفر میشه، که خب برای من بکنم ضرب در صفر. خب این تیکه که میشه صفر مهم نیستش، بنابراین امید A1 میشه دقیقا تعداد اعضای A تقسیم تعداد اعضای S، یا همون کمیت پایی که میخواستم حساب کنم. خب امید A1 به توان 2 چقدر میشه؟ خب من میخوام واریانس A1 هم حساب کنم، برای اینکه واریانس حساب کنم میتونم امید A1 به توان 2 رو حساب کنم، منهای امید A1 کلش به توان 2 کنم. خب امید A1 به توان 2، دقت کنید که A1 یک کمیتیه که فقط مقدار 0 و 1 میگیره. خب بعد بریم خودش و توان 2ش با هم برابرن، چون چه 0 به توان 2 میشه 0، چه 1 به توان 2 میشه 0. برای من امید A1 به توان 2 هم میشه پای، برای من واریانس A1 میشه امید A1 به توان 2 منهای امید A1 به توان 2، که خب امید A1 به توان 2 که گفتیم الان میشه پای، امید A1 هم که قبلا حساب کرده بودیم پای بود، میشه پای به توان 2، برای من میشه پای منهای پای به توان 2، یا همون پای در 1 منهای پای. در حقیقت پس اگر من یه فرد تصادفی از جامعه بگیرم و بیام متغیر مشخصم رو اون فرد تصادفی نگاه کنم، این میشه یک متغیر تصادفی برنولی در حقیقت با میانگین پای و واریانس پای در 1 منهای پای. در حقیقت بر هر متغیر برنولی ما میدونستیم که اگر که احتمال یک شدنش پای باشه، واریانسش میشه پای در 1 منهای پای. یعنی اینو حالا از احتمال قاعدتاً باید یادتون باش. بنابراین در حقیقت اگر که من بیام یه نمونه ساده تصادفی بگیرم، خب و A1 و AN رو بیام بگم وضعیت مشتاب این متغیر مشخصه A توی این نمونه ساده تصادفی، یعنی هر کم از این A1 تا AN بیام بگم نفر اول تا نوم تصادفی که گرفتم آیا توی A هست یا نیست. خب و پای بنابراین در حقیقت همین امید A1 که مساوی با امید A2 مساوی با امید AN دیگه، چون این A1 تا AN هم توزیعن، بنابراین امید همشون با هم برابره و برابر دقیقاً با پایه. خب بنابراین کمیتی که من میخوام تخمین بزنم از جنس میانگینه. خب این پای یا کسری که من میخوام تخمین بزنم از جنس میانگینه. خب ما
جلسه قبل صحبت کردیم که آقا اگه میخوای یه میانگین تخمین بزنی، یه برآوردگر خیلی طبیعی براش اینه که بیای n تا عضو ساده تصادفی، یه نمونه ساده تصادفی از جامعه به سایز n بگیری و بیای میانگین رو روی اون مجموعه ساده تصادفی حساب کنی. که اینجا چی میشه؟ یعنی من این i یک تا i n رو که گرفتم بیام i بار رو حساب کنم، این فرد یک تا n رو که گرفتم، وضعیت این که تو a هستن یا نه رو حساب کنم و بیام i بار رو حساب کنم. i بار میشه مجموع کانسل یک تا n i کا تقسیم بر n. خب این میشه تخمینگر من برای میانگین کل جامعه که پایه، برای من یه تخمین پای حد پیدا میکنم. اوکی، در حقیقت این هم گزینه‌ای بود که دوستمون پیشنهاد کرد که گفت بیایم یه نمونه ساده تصادفی بگیریم ببینیم که چه کسی از اعضای جامعهمون تو اون نمونه ساده تصادفی مونه. خب و در حقیقت پس این همون تو قالب قبلی که قبل از این داشتیم داره میفته، یعنی چیز جدیدی نشدش. همین یه نمونه ساده تصادفی گرفتیم، دوباره میانگینش رو می‌خوایم تخمین بزنیم. یعنی یه جامعه داریم، می‌خوایم میانگین یه پارامتر رو روش تخمین بزنیم، یه نمونه ساده تصادفی می‌گیریم با میانگین نمونه‌مون در حقیقت تخمینش می‌زنیم. اوکی، حالا اگر من بخوام یه جورایی واریانس این برآوردگرم رو تخمین بزنم، در حقیقت دو تا کار میتونم بکنم. خب گزینه اولی که دارم اینه که بیام در حقیقت ببینید من اگه میانگینی یه جامعه رو داشتم، خب در حقیقت الان این واریانس پای حد چقدره؟ من واریانس پای حد چیه؟ واریانس پای حد کسی نمیدونه چیه؟ در حقیقت دقت کنید ببینید این آی بار چی بود؟ جمع ان تا متغیر تصادفی مستقل بود و واریانس جمع ان تا متغیر تصادفی مستقل میشه جمع واریانساشون. خب در حقیقت میشه صورتمون این میشه n برابر پای در یک منهای پای تقسیم بره، چون واریانس هم وقتی یه چیزی رو تقسیم بره n میکنی واریانسش n دو برابر میشه، برابر میشه تقسیم بر n دو یا همون پای در یک منهای پای تقسیم بر n. در حقیقت این همون سیگما دو انومه دیگه، وقتی که سیگما باشه واریانس آی. خب در حقیقت اگه که این دوستمون هست واریانس آی یک، درسته؟ خب حالا بیاییم ببینیم، من فرض کنید میخوام که این واریانس پای حد هم تخمین بزنه. خب دقیقی که ما جلسه قبل گفتیم برای تخمین زدن واریانس، خب که واریانس چقدر، واریانس پای حد هست سیگما دو تقسیم بر n، برای من یه جور باید من یه تخمینی برای سیگما دو پیدا کنم. و در حقیقت جلسه قبل ما گفتیم که وقتی میخواییم یه میانگین رو تخمین بزنیم، خب در حقیقت اون سیگما دوش رو با s دو میتونیم تخمین بزنیم دیگه، درسته؟ ببینید این اسلاید جلسه قبل من بیارم که واریانس رو چجوری تخمین زدیم. خب ببینید آره اینجا در حقیقت من تخمینگری که برای واریانس متغیرم داشتم، خب و من x یه متغیر تصادفی بود، تخمینگری که برای واریانسش داشتم چی بود؟ s2 بود که بود سیگما x i منهای x بار و تمام دو تقسیم بر n منهای 1 دیگه، درسته؟ مثلا صدای من میشنوید؟
حداقل یه آره صداتو میشنویم بگو دیگه که مطمئن شم حرفای من دنبال میکنی. پس من وقتی یه متغیر x داشتم n تا سمپل ازش گرفته بودم، سمپل نمونه ساده تصادفی گرفته بودم بعد از x، بعد اومده بودم میخواستم واریانسش رو تخمین بزنم، گفتیم s2 در حقیقت که واریانس نمونه است یه برآوردگر ناقریبی از واریانس x. خب بنابراین الان من این آی که داشتم، خب واریانسش چی میشه؟ این واریانس پای هت من میشه خب واریانس در حقیقت آی تقسیم بر ان که همون سیگما دوه. پس من باید سیگما دو رو یه جور تخمین بزنم، یعنی واریانس آی. و برای اینکه واریانس آی رو تخمین بزنم یه گزینه طبیعی اینه که بیام سراغ S2 برم. خب S2 چی میشه؟ ببینید الان من باید بیام به این دقت تو این آی یک تا آی این یه سریشون تو A هستن، یعنی یه سریشون یکن یه سریشون صفرن. خب آی بار چیه؟ آی بار که خب همین پای حتیه که حساب کردیم. خب پس به ازای کاهایی که تو ایه من باید بیام سیگمای آی کا منهای آی بار رو حساب کنم، سیگما آی کا منهای آی بار به توان دو دیگه. آی کاها به ازای کاهایی که تو ایان یکه، آی بارمون هم که همین پای حت بود، برای میشه سیگمای یک منهای پای حت به توان دو به ازای کاهایی که تو ایان و به ازای کاهایی که تو ای نیستن، در حقیقت آی کا صفر دیگه، برای میشه سیگمای کاهایی که تو ای نیستن پای حت منهای صفر به توان دو، درسته؟ تقسیم بر ان منهای یک. خب و برای جمع بزنیم در حقیقت این چیزی که توی صورتم تعداد کاهایی که توی ان چند تاست، خب دقیقا پای حت میگفت تعداد اونایی که تو ان تقسیم بر ان بود، برای من یه ضرب در ان بکنم ان پای حت دقیقا تعداد اونایی که تو ای هست رو به من میده، برای من میشه ان پای حت ضرب در یکی منهای پای حت به توان دو به علاوه تعداد اونایی که تو A نیستن چقدره؟ N ضرب در یک منهای پای حت دیگه، در حقیقت N منهای N پای حت دیگه. پس تعداد اونایی که تو A نیستن میشه N ضرب در یک منهای پای حت، و خب توی اینا هم این مقدار که خود پای حت به توان دو، این N منهای یک هم که خب اینن اینجا نوشتم، اینو از N پای حت در یک منهای پای حت از این دوتا فاکتور بگیریم میشه ضرب، میشه N پای حت در یک منهای پای حت ضرب داره یک منهای پای حت به علاوه پای حت که خب میشه یک، برای من میشه صورت من میشه n پای حت در یک منهای پای حت، مخرج من هم که میشد n منهای یک. پس S2 من میشه n در تقسیم بر n منهای یک ضرب در پای حت در یک منهای پای حت. اوکی این میشه S2 من. واریانس آیه که من چقدر میشه؟ واریانس آیه که من در حقیقت میشه پای در یک منهای پای. خب این همون چیزی بود که الان اینجا گفتیم دیگه. و دقت کنید که خب من برای خود پای یه برآوردگر دیگه هم داشتم دیگه، به من الان این S2 رو برای تخت برآورد واریانس ساختم، منطقه میخوام یه برآوردگر دیگه هم بگم، بگم آقا مگه تو نمیگفتی که واریانس های یک پای در یک منهای پایه؟ برای من یه چیز خیلی طبیعی اینه که من پای در یک منهای پای با خود پای حد در یک منهای پای حد تخمین بزنم. خب پس الان من دو تا برآوردگر متفاوت برای واریانس آی یک پیدا کردم، یکی n در n منهای یک ضرب در پای حد در یک منهای پای حد، یکی خود پای حد در یک منهای پای حد. خب که خیلی هم تفاوت جزئی با هم دارن دیگه، در حد یک n منهای یکم پای حد در یک منهای پای حد با هم تفاوت دارن، درسته؟ حالا به نظرتون کدوم یک از این دو گزینه گزینه بهتریه برای تخمین واریانس آی یک؟ اصلا فهمیدید چی شد؟ کسی دنبال میکنه موضوع چیه یا من برای خودم هم صحبت میکنم؟ خب یکی از دوستان پرسیدم اون اولی بهتر نیست، یکی دیگه از دوستان میگه هر کدوم ناعریب باشه که احتمالاً اولیه، کس دیگه یه چیز نداره؟ اولی ناعریبه؟
یا دومی ناریبه اصلا نمیدونم ایده ای دارید اوریبه یا ناریبه؟ ببینید این از خود پای حد در یک منهای پای حد یه ذره بزرگتره دیگه، درسته؟ درستی نیست؟ آه خب چون زب در این در تقسیم بین منهای یک شده، پس از پای حد در یک منهای پای حد یه ذره بزرگتره. خب دقت کنید که واریانس واقعی هست پای در یک منهای پای. خب در مقایسه پای در یک منهای پای و پای حد در یک منهای پای حد من چی میتونم بگم؟ این بزرگتر از اینه یا کوچیکتر از اینه؟ این تقریبه این پای حد در یک منهای پای حد به نظرتون بزرگتر از پای در یک منهای پای یا کوچیکتر از پای در یک منهای پای؟ آیا به صورت کلی میشه گفت که یک کدوم از اون یکی بزرگتره و اگه بله کدوم، اگه نه چرا؟ اگه خواستی میتونید دستتون ببرین بالا ها توضیح شفایی بدید اگه نوشتن سخته. یکی از دوستان میگه احتمالاً چیزی نمیشه گفت. چرا نمیشه چیزی گفت؟ ممکن هر کدوم بزرگتر باشه. مثلا میتونید مثال بزنید که چه جوری ممکنه یکی بزرگتر باشه یا یکی کوچیکتر؟ حداقل در میانگین. بفهمی؟ سلام، سلام میاد. سلام، بله. الان مثلا اون فای حدی که به دست میاریم، اگه ما چیز نمونه‌ای که انتخاب میکنیم شانس اون مثلا بد باشه، اونایی که اون آیو ندارن مثلا باشن، اون فای حدمون کمتر میشه از فای اصلی، فای در یک منهای فای کوچیکتر میشه. یه ذره بد گفتید منتها علاوه بر این که حالا من فکر کنم فهمیدم چی گفتین، حالا بذار من یه سری بکنم. یه لحظه فرض کنید پای یه دوم باشه. اگه پای یه دوم باشه واقعا خب به این دوتا عددی که جمعشون یکه دیگه، دو تا عددی که جمعشون یکه ماکسیموم خودشو وقتی میگیره که ضربشون، یعنی دو تا عدد مثبتی که جمعشون یکه ماکسیموم ضربشون به ازای زمانی اتفاق میفته که دقیقاً جفتشون یه دوم باشه. برای من اگه پای دقیقاً یه دوم باشه، پای حد هر چی جز یه دوم بشه، این سمت راستی کمتر مساویه سمت چپی است. خب من بر این به طور متوسط واقعاً این سمت راستیه از سمت چپیه کوچیکتره به ازای پای مساوی یه دوم. اگه به ازای یه پای خب تو یه دوم دیدیم ما نابرابریمون اینطوری، اگه به ازای یه پای ببین دقت کنید که این پای حد در یک منهای پای حد خب احتمالا یه موقعهای بزرگتر از سمت چپی هست، یه موقعهای کوچیکتر. سوال این که آیا به طور متوسط هم این اتفاق ممکنه بیفته یا به طور متوسط همیشه مثلا بزرگتر مساویه؟ خب اگر بتونیم به ازای یه پای دیگه نشون بدیم که خب یه به طور متوسط این از این بزرگتر میشه یا کوچیکتر میشه، اون وقت میشه نشون داد که چیزه، یعنی اتفاق بدی میفته دیگه، چون به طور متوسط این یه موقعی کوچیکتره، یه موقعی هم به طور متوسط بزرگتره. این پای یه دوم باشه، این سمت راست به طور متوسط کمتر مساوی سمت چپ دیگه، چون پای حد حالا ممکنه یه دوم بشه ممکنه هم هست یه دوم نشه دیگه. به محض اینکه یه دوم نشه از سمت چپ کوچیک‌تره، برای من به طور متوسط کمتر مساویه. خب حالا آیا یه پای میتونید بگید که این سمت راست به طور متوسط بزرگتر مساویه سمت چپ بشه؟ فکر نکنم.
کس دیگه از دوستان ایده ای داره؟ دقت کن که بچه ها پای هت برای پای یه برآوردگر ناقریبه. متوسط پای هت دقیقا خود پایه. متوسط یک منهای پای هت هم دقیقا خود یک منهای پایه. خب برای من در حقیقت ضرب دو تا کمیت رو دارم میگیرم که متوسطشون خب دقیقا برابر با متوسط سمت چپی هست. خب منتها این دو تا کمیت کوریلیشن منفی با هم دارن. یعنی اگه پای هت پای رو اوور استیمیت کنه، یک منهای پای هت یک منهای پای آندر استیمیت میکنه. درسته؟ ببینید این الان هست امید پای هت ضرب در امید یک منهای پای هت. درسته؟ و من دارم با پای هت در یک منهای پای هت اینو تخمین میزنم که این امیدش چیه؟ امیدش هست امید پای هت در یک منهای پای هت. بذار اینو من یه صفحه اینجا اضافه کنم. استور هم بنویسم. استور هم بود n تقسیم بر n منهای یک پای هت در یک منهای پای هت. درسته؟ این استور من بود دیگه. و دقت کنید که الان پای در یک منهای پای این مساویه با امید پای هت ضرب در امید یک منهای پای هت. درسته؟ بخاطر اینکه پای هت یه برآوردگر ناقریب برای خود پایه، یک منهای پای هت هم یه برآوردگر ناقریب برای یک منهای پای. خب منتها من برآوردگری که دارم چیه؟ پای در یک منهای پایه، پای حد در یک منهای پای حد. ببخشید. خب که امید اینو من چجوری میتونم حساب کنم؟ امید ضرب دوتا متغیر تصادفی به ضرب امیداشون چه ربطی داره؟ چیزی یادتون هستش از احتمال که امید ضرب دو متغیر تصادفی به ضرب امیداشون چه ربطی داره؟ یادتون نیستش. خب در حقیقت امید x y منهای امید x امید y میشد کوواریانس x y. مرسی. خب در حقیقت امید پای حد در یک منهای پای حد میشه، اگه میخواین منهای امید پای حد ضرب در امید یک منهای پای هت، این میشه کوواریانس پای هت و یک منهای پای هت. درسته؟ خب بنابراین من اینو اینجوری میتونم بنویسم، اینو بنویسم مساوی این به علاوه این. خب که برای من مساویه با پای در یک منهای پای به علاوه کوواریانس پای هت و یک منهای پای هت.
پرانتز زیاد نذارم. درسته؟ خب حالا راجع به کوواریانس پای حد و یکی منهای پای حد چی میدونیم؟ راجع به کوواریانس پای حد و یکی منهای پای حد چی میدونیم؟ منفیه؟ چرا؟ یه رأی دیگه بر منفی بودنش اضافه شد، بازم چرا؟ در حقیقت مشخصه که این دوتا کویلیشن منفی دارن دیگه. نها کنید، من همون چیزی که یه ذره قبل گفتم دیگه، پای حد بالات بیشتر از پای واقعی واقعی باشه، در حقیقت هرچی پای حد بزرگتر باشه، اینطور بگم، هرچی پای حد بزرگتر بشه که منهای پای حد کوچیکتر میشه دیگه، هرچی پای حد کوچیکتر بشه که منهای پای حد بزرگتر. برای من اینا نگاتیولی کوریلیتدن یا کوواریانسشون منفیه. خب برای من چیزی که من میدونم اینه که این عدد کوچیکتر از صفره. خب و بنابراین من میتونم بگم که این کمتر مساویه پای در یک منهای پایه. درسته؟ پس امید پای حد در یک منهای پای حد اگه در نظر بگیریم واقعا کمتر مساویه در حقیقت پای در یک منهای پایه. یعنی به شرط این که پای و یک منهای پای صفر یا یک نباشه، این دقیقا خود صفر و یک نباشه، چون اگه پای صفر یا یک باشه یعنی اون مجموعه ایمون یا هیچ کی توش نباشه یا همه باشن، خب پای حتمون هم صفر یا یک در میاد و خب این در حقیقت دو تا عدد با هم برابر. ولی به محض اینکه پای صفر یا یک نباشه، پای حد در یک منهای پای حد به طور متوسط آندر استیمیت داره میکنه پای در یک منهای پایو. و بنابراین به نظر میرسه که این گزینه استو باید گزینه جالب تری باشه، چون داره یه ذره بزرگترش میکنه. خب منتها ملت خیلی وقتا، اولا دقت کنید که میگم این دوتا عدد تفاوتشون با هم در حد یک ان منهای یکم پای حد در یک منهای پای حد. خب ملت خیلی وقتا اینو به این ترجیح میدن و اینکه چرا ترجیح میدن خیلی نمیخوام صحبت کنم، ولی جفتشون گزینه های قابل فکری هن. خب اگرچه که به نظر میرسه این گزینه بهتریه، منتها این که آیا این آن بایاست هست یا نه یه ذره کار داره. خب این به بدیهی بودن دفعه قبل ممکنه نباشه، ممکنه هم باشه، نمیدونم. ببینید الان میتونید ثابت کنید تو این شرایط هم اس دو آن بایاست استیمیتوره؟ یعنی حالا دیگه این بماند. آیا یعنی سوال اینه که آیا این بحثی که من این دفعه راجع به متغیر مشخص دارم میکنم آیا فرق داره با بحث میانگین کلی که جلسه قبل کرده بودم؟ ما جلسه قبل کلا گفتیم متغیر تصادفی داشته باشیم، خب استو ناوریبه برای واریانس اون کمیت. سوالی که اصلا فرقی کرده که الان بخواد اوریب باشه؟ لا، فکر کنید به این سوال. خب پس در حقیقت حالا من برای واریانس هم یه برآوردگری دارم، حالا یا این یا این. فعلا به نظر میرسه این یکی چیز بهتری باشه. یکی از دوستان میگه مگه اینی که گفتیم یه حالت خاصی از جلسه قبل نیست؟ یه حالت خاصی از جلسه قبله؟ سوال دارم میکنم. آره به نظرشون خوبه، فکر کنید این حالت خاصی از جلسه قبل هست یا نیست. خب بریم جلوتر درس رو ادامه بدیم. پس من برای یک کسرم یه برآوردگر دارم، واریانسش هم میتونم سعی کنم با این برآوردگرم تخمین بزنم. و دقت کنید که بچه ها، من این خیلی وقتا تخمین واریانس رو نمیدونم این چیزا به درد من میخوره که برم سراغ یه چیزی شبیه قضیه حد مرکزی. خب حالا ما یه ذره جلوتر وارد این که چجوری میتونیم بازه اطمینان بسازیم و اینا میشیم، منتها قبل از اینکه اینو بگیم
بیاین یه مثال میخوام بررسی کنم که اینو حالا به عنوان یه چیز ساده برام جالبه. یه چیز ساده برای اینکه یه با یه ذره این قصه‌های حد مرکزی براتون یادآوری شه میخوام بگم. به فرض کنید بچه ها احتمال پسر و دختر بودن یه بچه دقیقا مثلا یه دوم باشه. خب و فرض کنید که خب 30 تا نوزاد به دنیا اومدن و ما میخواییم، یعنی این که میگم فرض کنید برابر باشه، فرض کنید در واقعیت برابره، دقیقا در واقعیت احتمال پسر دختر شدن دقیقا فرض کنید یه دوم باشه در واقعیت. حالا فرض کنید که 30 تا نوزاد که هر کدوم با دول یه دوم پسر یا دختر شدن در حقیقت ما داریم و من میخوام خب احتمال پسر یا دختر شدن از روی این 30 تا بچه تخمین بزنم. اوکی، الان گفتیم اگه من بخوام یه استیمیتور بسازم چیکار میکنم؟ تعداد پسرها رو میگیرم تقسیم بر تعداد کل نوزادها میکنم دیگه، درسته؟ این به من احتمال پسر شدن رو میده. حالا میخوام ببینم که چقدر احتمال داره که من این تخمینگر که برای احتمال پسر شدن حالا یا احتمال دختر شدن فرقی نداره میسازم، چقدر احتمال داره که بیش از یه دهم خطا داشته باشه. خب صورت سوال مشخصه. فرض کنید که پس من 30 تا نوزاد به دنیا اومده، خب من میام تعداد پسرها رو میشمارم تقسیم بر تعداد کل نوزادا که 30 میکنم و خب این یه برآوردگریه برای احتمال اینکه یک نوزاد پسر باشه. خب منتها این یه عدد تصادفیه دیگه، مثلا یه دفعه ممکنه 13 تا از بچه‌ها پسر باشن در میاد 13 30، یه دفعه ممکنه 19 تاشون پسر باشن در میاد 19 30. خب و اگه 13 30 باشه، خب 13 30 از یه دوم که 15 30 کمتر از یه دهم فاصله داره، ولی اگه 19 تا باشه 19 30 از 15 30 بیشتر از یک دهم فاصله داره. خب سوال اینه که چقدر احتمال داره که من بیش از یه دهم خطا داشته باشم؟ چجوری این احتمال رو حساب کنم؟ این موقع اگه میخوایی تایپ کنید و جوابتون طولانیه دست ببرید بالا شفایی بگید. بالا یکی از دوستان میگه با حد مرکزی میشه گفت، حالا بدون حد مرکزی اول بگید بعدم با حد مرکزی بگید. بدون حد مرکزی چه جوری میشه گفت؟ جواب این سوال از احتمال نمیدونید؟ در حقیقت من سوال اینه که من 30 تا بچه رو میگیرم، تعداد پسرها رو توش مثلا فرض کنید میذارم چه میدونم کا تقسیم بر 30. سوال اینه که چقدر احتمال داره که فاصلش از یه دوم بیشتر از یه دهم باشه. این چجوری میتونم حساب کنم؟ بفرمایید انصاری فر. خب این الان چند تا حالت کم مگین قبل برعکسش رو حساب میکنیم کمتر از یک دهم باشه. حالا چه جوری اصلا بگو چی رو حساب میکنیم بعد؟ همین میخوام اینو حساب کنم. مسئله احتمالش رو الان حل کنم. آره 15 تا پسر باش 15 تا دختر. خب این مثل انتخاب میمونه دیگه، 15 تا از 30 رو انتخاب کنیم. 15 تا از 30 انتخاب کنیم چی میشه؟ انتخاب 15 از 30. خب نه این که این چی میشه الان؟ این میشه احتمال تقسیم بر 2 به توان 30. این میشه احتمال این که 15 تا دختر باشه 15 تا پسر دیگه. خب تو این شرایط میشه دقیقا یه دوم. خب حالا به علاوه احتمال این که 14 تا دختر باشه 16 تا پسر، به علاوه احتمال این که 16 تا دختر باشه همجور خوب. اونایی که اختلافشون کمتر از 10% مثلا میگیدون. در حقیقت اگه من تعداد پسرها رو بگیرم x، تعداد پسرها توی مجموعه سی تایی رو بگیرم x، x یه متغیر دو جمله‌ای میشه با پارامترهای 30 و 2. در حقیقت 30 تا آزمایش کرد کنم با تانی 2 پسر با تانی 2 دختر، برای من x تعدادش میشه یه متغیر دو جمله‌ای با پارامتر 30 و 2. و تخمین من از احتمالم چقدره اگه احتمالم
واقعیتش که یه دومه که میدونم، حالا میدونم الان میدونم، ولی خب تخمین من چیه؟ x تقسیم بر c. بنابراین در حقیقت این که xیوم از یه دوم بیش از یک دهم فاصله داشته باشه، این معادل با اینه که هر دو طرف رو ضرب در c بکنیم، معادل با این میشه که x از 15 بیشتر از 3 واحد فاصله داشته باشه. پس احتمال خطای بیشتر از یه دوم میشه احتمالی که x کمتر از 12 باشه یا x بزرگتر از 18 باشه، که خب یه متغیر دو جمله ای احتمال کمتر از 12ش میشه احتمال این که مقدار i بگیره، که i از 15 در حقیقت یعنی کمتر از 12 و بزرگتر از 18 میشه فاصله i از 15 بیشتر از 3 باشه دیگه. خب این میشه رو i هایی که فاصله شون از 15 بیشتر از 3 i از 30 ضرب در 1 دوم به توان در حقیقت حالا یک دوم به توان i ضرب در 1 دوم به توان c منهای i که خب میشه 1 دوم به توان c. خب این همین چیزی که دوستتون گفت. حالا دوستتون برای اینکه ذره راحت تر بشه گفت خب اینو بنویسی 1 من، یعنی چون اینو اگه حساب بخوام بکنم دقت کنید که این الان روی حدود 23 4 تا عدد 23 تا عدد فکر کنم باید حسابش کنم. خب دوستتون پیشنهادش این بود که برای اینکه راحت تر بشه بشه رو 6 7 حسابش بکنیم، خب بیا یک منهای اینو حساب کن، اون وقت فقط من به ازای آی مساوی در حقیقت 12 13 14 15 16 17 18 بعد رو اینا حساب کنیم که اینا 7 تا عددن، این 7 تا حساب کن از یک کم کن. اوکی در حقیقت این میشه خطای احتمال خطای بیش از یک ده، حالا چه با این روش که من گفتم چه با روش که دوستتون گفتن. ولی خب در حقیقت یه گزینه داشتیم که میتونستیم ما این دقت کنیم که این از جنس خیلی فیت حد مرکزی دیگه، در حقیقت من اینو میتونستم به کمک حد مرکزی هم سعی کنم حساب کنم. در حقیقت این x منهای میانگینش که میشه 15 تقسیم بر واریانسش که میشه رادیکال، در حقیقت احتمال x مساوی یعنی هر یه ببینید x که متغیر دو جمله ایمونه جمع 30 تا متغیر برنولیه، هر متغیر برنولی واریانسش میشه احتمال یک شدن ضرب در یک منهای احتمال یک شدن. خب اینا احتمال یک شدنش یه دومه، احتمال یک منهای یک شدن هم باز میشه یه دوم، برای من واریانس هر کدوم از این متغیر برنولی ها یک چهارمه، جمع 30 تا متغیر برنولی مستقل میشه خب 30 برابر یه چهارم که میشه 30 چهارم، برای من انحراف معیارش میشه رادیکال 30 چهارم. خب بنابراین x منهای 15 تقسیم بر رادیکال 34 تقریبا یه متغیر نرمال استاندارد. خب بنابراین من احتمال x منهای 15 بزرگتر از 3 بودن قدر مطلقش رو میتونم با اینکه این رادیکال 34 رو در یه متغیر اسم این متغیر نرمال استاندارد در بزنید z، در حقیقت اینم بیاید ضرب کنید توش، میتونم با این تخمین بزنم که رادیکال سی دوم زی بزرگتر از سه باشه، یه متغیر نرمال استاندارد در نظر بگید مثل زی، اگر رادیکال سی تقسیم بر دو، اون دیگه چهار رو از زیر رادیکال در آوردم نوشتم بیرون تقسیم بر دو، ضرب در زی بزرگتر از سه باشه، احتمال اینو حساب کنم، این تقریبا این احتمال رو بهم میده و این هم معادل با اینه که احتمال اینه که قدر مطلق زی بزرگتر از 6 تقسیم بر رادیکال سی باشه، که اگر به جداول نرمال مراجعه کنید این عدد میشه حدوداً 0.273. عدد واقعی چند بود؟ عدد واقعی چون توضیح دو جمله دقیقاً میتونستیم حساب کنیم میشد 0.200، که خب یه فاصله زیادی این دوتا عددی که ما با هم حساب کردیم داره دیگه، خیلی خوشحال نیستیم. یعنی به نظر میسه هنوز سی انقدر گنده نیست که سی انقدر بزرگ نیست که حد مرکزی خوب عمل کنه. آیا میشه این کار رو یه کار بهتری انجام داد؟ در حقیقت ببینید الان این ماجرا سی و اینا بودش، همین عدده خیلی با حد مرکزی بد شد، اونجوری هم که باید 7-8 تا عدد حساب کنیم و جمع کنیم، حالا با پیشنهاد دوستتون 7 تا، ولی خب مثلا با پیشنهاد عادیش مثلا چه میدونم 23 4 تا عدد رو باید حساب کنیم و اینا، خیلی خوشحال نبودیم. میشه آیا یک کاری کردش که هم انقدر سخت نباشه هم انقدر بد نباشه، یعنی انقدر سخت نباشه انقدر هم بد نباشه، چیزی ندیدین در درس احتمال برای این کار؟
در حقیقت ببینید، من احتمال xmn های 15 بزرگتر از 3 رو میخواستم حساب کنم دیگه. دقت کنید که x یه متغیری که فقط مقادیر صحیح میگیره، بنابراین xmn های 15 بزرگتر از 3 دقیقا معادل با اینه که xmn های 15 بزرگتر مساوی 4 باشه، درسته؟ چون x فقط مقادیر صحیح میگیره. اوکی؟ و اگر من به جای اون قبلی ای رو بخوام با حد مرکزی تخمین بزنم، معادل با این میشه که رادیکال سی دوم زی بزرگتر از 4 باشه که میشه زی بزرگتر از 8 تقسیم بر رادیکال سی باشه که میشه 0.144. یعنی اینم از اون قبلی بدتر، اون قبلیه مثلا بدتر که اینی، اینم بده، اینم بده، جفتشون بدن برای تخمین 0.200 دیگه. منتها در حقیقت همینجا داره نشون میده که من یه چیزی انگار خیلی خوب نیست. من یعنی چه اینو بذارم 3، چه اینو بذارم 4، چه بذارم بزرگتر از 3، چه بذارم بزرگتر مساوی 4، وقتی تو این تخمین پیوستش میام، خب در حقیقت اینجا یه بزرگتر مساوی هم باید بذارم. خب تو این تخمین پیوسته که میام، خود این عدد دقیقا مرز که مهم نیستش، به نظر میسه من به اندازه یک دو تقسیم بر رادیکال سی جای بازی دارم. خب که چه 6 تقسیم بر رادیکال سی میگیرم، چه 8 تقسیم بر رادیکال سی، چیزی که اینور داره تخمین میزنه یکسانه. خب یعنی جفتش داره بزرگتر از 3 رو تخمین میزنه که معادل با بزرگتر مساوی 4ه. حالا من اینو 6 تقسیم بر رادیکال سی بگیرم یا 8 تقسیم بر رادیکال سی، کدوم اینا بگیرم که الان داریم میبینیم جفتشون هم بده، میانگین این دوتا. در حقیقت پیشنهاد بهتر که این کار رو بهش میگن تصحیح پیوستگی، ببین چون من اینجا دارم با یه چیز پیوسته تخمین میزنم، ولی کمیتی که دارم واقعا یه مقدار گسسته است. بنابراین من به جای این که بیام بگم که این بزرگتر از 3 یا بزرگتر مساوی 4، میگم نه این نه این، مین این دوتا رو میگیرم. در حقیقت این عدد رو با xmn های 15 بزرگتر مساوی 3.5 تخمین میزنم، چون بزرگتر مساوی 3.5 باشه خب بزرگتر از 3 هم هست دیگه. خب یعنی این دوتا با هم معادلن دیگه، بزرگتر از 3 باشه بزرگتر مساوی 3.5 هم هست دیگه، چون حداقل 4. خب یعنی نه 3 رو میگیرم نه 4 میام، میانگینش رو میگیرم. و اگه این کارو بکنم، این معادل با این میشه که رادیکال سی دوم زی بزرگتر مساوی 3.5 باشه یا زی قدر مرتبطش بزرگتر مساوی 7 تقسیم رادیکال سی باشه، که اینو تو جدول نرمال ببینم، این دفعه یهو میشه 0.221، که دیگه این دفعه یهو خیلی نزدیک شد به 0.200. خطام رفت تو اوردر 1000. خب از یهو از خطای در اوردر 6/7 یهو رفتم تو خطای تو اوردر 1000، یعنی خیلی خطام کم شد. و به این کار ما میگیم تصحیح پیوستگی، چون شما دارید یه چیز گسسته رو واسه پیوسته تخمین میزنید. وقتی این کارو میکنید خیلی خوبه که بیاید اینو، این کمیت متگسسته رو یه جور خوبی به پیوسته ترجمه کنید، و ایده خوبش اینه. اوکی؟ و خب میبینید که برای همین عدد سی هم به اندازه کافی تخمینی که از قضیه حد مرکزی گرفتیم خوب شد، یعنی عددش یهو رفت تو مایه 0.221، که میگم با 0.200 که جواب واقعی بود خیلی خیلی کم اختلاف داره. اوکی؟ پس اینم در مورد در حقیقت تصحیح پیوستگی، که اینو حالا بعدا بیشتر باش سر و کار داریم، چون ما خیلی جاها یه سری متغیرهای گسسته رو میایم با نرمال تخمین میزنیم. دقت کنید که این دقیقا برآوردگری بود. حالا اصل ماجرا رو ببینید، من بهتون گفتم از اول میدانیم که این عدد 1/2، خب ولی فرض کن من نمیدونم 1/2 و میخوام سعی کنم یه جوری خطای اون پای حدی که دارم رو حساب کنم. خب و سوال اینه که چجوری این کارو بکنم، و به یک همچین ایده های شبیه قضیه حد مرکزی نیاز داریم. حالا یکی دو جلسه بعد انشالله وارد قصه باز اطمینان بشیم، بیشتر میفهمید که این ماجرا به چه دردی میخوره. ببین بچه ها، من یه چیزی بهتون میگم، این درس پیش نیازش احتماله. خب ما معمولا به صورت سنتی تو این درس یک بار کل احتمال رو مرور میکنیم، مفاهیم مهم احتمال رو. من این سری تصمیم گرفتم این کار نکنم، جا به جای چیزایی که لازم دارم و
یه اشاره کوچیکی بهشون بکنم، ولی فرض من اینه که شما خب همه درس احتمال گذروندید و بلدید دیگه، یعنی اینکه قضیه حد مرکزی چیه رو همتون بلدید و میتونید ازش استفاده کنید، یا متغیر دو جمله چیه رو همه رو میدونید و بلدی ازش استفاده کنید. اگه اینا رو بلد نیستین خواهشم برید یه مروری بکنید، چون واقعا به ترس جدی نیاز خواهیم داشت. خب اینم از این. از اینجا به بعد درس امروز رو من میخوام یه ذره بحث های فلسفی طور بکنم و بعدش یه ذره دوباره بحث های کمی بکنم. بحث فلسفی که میخوام بکنم چیه؟ ببین بچه ها، ما گفتیم که کلن کار آمار چیه؟ نکته اینه که من یک جامعه ای دارم، خب مثل اومگا، و یک چیزایی رو میام از یک زیر مجموعه ای از جامعه مشاهده میکنم، خب، و میخوام به یک استنتاج هایی راجب به کل جامعه برسم، یک استنباط هایی به کل راجب کل جامعه برسم. خب یعنی من یه جزئی از این جامعه رو میام، یه چیزایی ازش مشاهده میکنم، میخوام راجب کل جامعه یه حرفایی بزنم. خب مثلا من یک پارامتری از جامعه مثل تتا رو میخوام تخمین بزنم، یا میخوام یه برآوردی بکنم، یه مجموعی از مشاهدات مثل اس دارم، خب، و میام مثلا یه برآوردگر بر حسب این مشاهدات هم میسازم. این یه کاری که ما تو آمار خیلی وقتا انجام میدیم، یک تتای واقعی رو میخوایم تخمین بزنیم، تتای چیزی که از کل جامعه است، و در حقیقت میایم یک برآوردگری میسازیم که برآوردگر من یک تابعی از مشاهداته. اوکی. حالا ببینید، ما کمیت هایی از جامعه که میخوایم در حقیقت تخمین بزنیم چه شکلی؟ این پارامترهایی که از جامعه میخوایم تخمین بزنیم، پارامترهایی که از جامعه میخوایم تخمین بزنیم یه موقع کمیت های عینیه. کمیت های عینی یعنی چی؟ مثلا فرض کنید من جمع یه عددی روی این اعضای جامعه رو میخوام حساب کنم. خب مثلا میگم من میخوام جمع نمرات شما کل دانشجویان دانشگاه، مثلا جمع نمرات درس ریاضی یکیشون رو حساب کنم، یا جمع درآمد اعضای کل جامعه ایران رو میخوام حساب کنم. خب این جمع که میخوام بگم هر کسی الان یک درآمدی داره، مثلا چه میدونم این کمیت های مثلا چه میدونم NMV و GMV و نمیدونم چی میگن این تولید ناخالص ملی و اینا، یه چیزایی توی این مایه هاست دیگه، از جنس جمعیه دیگه. من اقتصاد بلد نیستم، حالا برنگردیم بگید که آقا این چیز نیست، یا خودم دارم میگم که بلد نیست. خب ولی من در حقیقت مثلا یک چیزی از جنس جمع خیلی وقتا میخوام حساب کنم که خیلی قشنگ خوش تعریف معلومه، هر کدوم از اعضای جامعه یک پارامتری داره و من میخوام جمع اینا رو حساب کنم. خب پس مثلا هر عضو از جامعه یه درآمدی داره، من میخوام جمع درآمدا رو حساب کنم. یا یه موقع هایی هست من یه کمیتی که میخوام حساب کنم یه چیزی از جنس میانگینه، مثلا هر کدوم از اعضای جامعه فرض کنید تعداد لامپاست، من طول عمر لامپا رو به طور میانگین میخوام حساب کنم. خب یا یه زمانی این کمیتی که من میخوام حساب کنم یه کسر عینی از جامعه است، مثلا بگم ما دانشگاه یک تعداد مثلا دانشجو داره، من میخوام ببینم دقیقاً چه کسری دختره. خب یا مثلا چه میدونم من یک بار میوه دارم، خب میخوام ببینم چه کسری از این بار میوه مثلا سالم. خب یا مثلا تعداد مثلا چه میدونم من حالا باز دوباره هم بار میوه میتونم بگم چه تعدادی سالمه، خب یا چه تعداد خرابه. اینا یه کمیت عینی هن، یعنی واقعا توی جامعه میتونید به مشاهده کنید. یعنی مسئله ما مسئله اینه که دسترسی به جامعه ممکنه سخت باشه، نمیدونم از اینجور چیزا، ولی اگه واقعا میتونستیم بریم همه جامعه رو دونه دونه فرد به فرد جامعه رو مطالعه بکنیم، دقیقا من میتونستم این کمیت رو به صورت عینی حساب کنم، برم جمع مثلا درآمدا رو حساب کنم، یا دقیقا تعداد میوه های خراب رو دقیقا حساب کنم. خب مشکل پروسیجراله که من نمیتونم، یعنی سختی عملیه که من نمیتونم برم فرد به فرد این جامعه رو حساب کنم. آیا میتونی یه کمیت عینی غیر از
در حقیقت این جمع و میانگین و کسر و تعداد بگید؟ کمیت، مثال از کمیت عینی میتونید بزنید که از جنس جمع و میانگین و کسر و تعداد نباشه؟ کسی پیشنهادی داره؟ مثلا ماکسیموم مینیموم، درسته؟ مثلا ماکسیموم مینیموم، هم مثلا فرض کنید که چه میدونم من نمرات یه درس اومده، ماکسیموم مینیموم نمرات، اینا هم دوتا کمیت عینی هن دیگه. خب یعنی واقعا تز داریم. بازم مثال دیگه زیاد میشه زدش که خلاصه ما خیلی وقتا کمیت عینی سر و کار داریم. اما یه موقع من با کمیت غیر عینی سر و کار دارم. هنوز تعریف نکردم کمیت غیر عینی چیه، ولی ایده ای دارید که کمیت غیر عینی چیه؟ مثالی میتونید بزنید به چی میگم کمیت غیر عینی قبل از که من بگم کمیت غیر عینی چیه؟ کسی ایده ای داره؟ میزان شادی افراد. یکی از دوستان حالا میگه کیفیت، یکی میگه که شادی افراد. یعنی اینا از این جنسه که مسئله شدی که واقعا کمی نیست، یعنی من شادی رو سخته که کم میش کنم. خب یعنی ماهیت کمی نداره شادی، یعنی درسته که غیر عینی، ولی به خاطر اینکه خودش ذاتاً ماهیت کمی نداره. یکی میگه قابل اندازه‌گیری نباشه برای هر فرد. میتونی بیشتر توضیح بدین با منظورت چیه؟ یعنی میتونی دست ببری بالا بگی یا کسی پیشنهادی نداره برای کمیت غیر عینی؟ ببینید فرض کنید که من یه ذره چالش داره، مثلا تعریف اولی که میخوام بکنم یه ذره چالش داره، دومی یه ذره راحت تر. بزن اول با دومی شروع کنم، یعنی اصلا بذار من ترتیب اینا رو جایگزین کنم، جابجا کنم. فرض کنید که تیم پورتو، الان چون فوتبال دوستان ایرانی احتمالاً با تجربه حضور مثلا مهدی طارمی در پورتو علاقه زیادی ممکنه به تیم پورتو داشته باشن. خب فرض کنید که پورتو امشب بازی داره و یک کسی میاد راجع به احتمال برد پورتو در بازی امشب صحبت میکنه. احتمال برد پورتو یه چیزی نیست که مشکل من فقط اندازه گیری باشه، مشکل پروسیجرال باشه. مثلا بگم آقا همه اعضای جامعه رو میرم بررسی میکنم میفهمم که احتمال برد پورتو چقدره. احتمال برد پورتو چیه؟ من چیو برم؟ یعنی الان فرض کنید که من به شما امکانات کافی بدم که شما بتونید مثلا یک اعضای جامعه رو همه رو بررسی کنید، میتونید بگید واقعا مثلا جمع حقوق رو در بیارید، میتونید بگید نمیدونم مثلا چه میدونم کسری از دانشجویان دانشگاه که دخترن یا پسرن رو در بیارید. خب مشکل امکانات و نمیدونم سختی و نمیدونم این چیزاست که نمیشه، وگرنه غیر عملی نیست این کار، فقط سخته. خب ولی احتمال برد پورتو، چون هر چقدر بخواید من به شما منابع میدم، من مثلا 100 میلیون دلار بهتون پول میدم، میتونید برید مثلا چه میدونم 1000 تا بهتون آماردان میدم، نمیدونم 1000 تا بهتون چی میگن پرسشگر میدم که بره از مردم سوال کنه، آیا چیزی به اسم احتمال برد پورتو رو میتونن اینا برن حساب کنن؟ در حقیقت اصلا احتمال برد پورتو، حالا یه ذره جلوتر یعنی امروز حالا راجع به ماجرا بحث میکنیم که این کلن یه ذره چیز ویگیه.
خب حالا میگم الان راجبش صحبت میکنیم یه ذره بیشتر. خب یه ذره چیز مبهمیه. یا مثلا فرض کنید که من یک روش جدید دارم برای یه کاری. خب مثلا میگم من میخوام یه روش تدریس جدید امتحان کنم. خب مثلا من یه روش تدریس قدیمی داشتم، یه روش تدریس جدید داشتم. مثلا روش تدریس قدیمی اینطوری بود که می‌اومدم همه چیز رو سر کلاس می‌نوشتم و اینا، توی کلاس حضوری پای تخته درس می‌دادم. الان یه روش جدید داریم، من نشستم یه اسلاید آماده کردم، شما تو خونه‌تون نشستین پای وی کلاس و ما داریم با هم صحبت می‌کنیم. خب اینا دو تا روش متفاوته. سوال اینه که این روش جدید چقدر تغییر، حالا بگیم در میزان یادگیری شما ایجاد کرده. حالا یادگیری باز دوباره از همون چالش هست که یادگیری رو چجوری کم میکنیم، ولی چیزی که خوش تعریف اینه که آقا چقدر رو نمرات شما این روش جدید تدریس تاثیر گذاشت. حالا نمره چی میگن، ایده خوبی از میزان یادگیری شما میده یا نه، الان بحث نیست، ولی نمره یک مفهوم خیلی مشخص و روشنیه. خب و سوال اینه که من الان با این روش مثلا بشینم، حالا فرض کنید که امتحان اصلا یکسان باشه، روش امتحان هم روش امتحان حضوری باشه و من دو تا روش تدریس مختلف دارم، یکی اینکه بیام سر کلاس پای تخته درس بدم، یکی اینکه شما بشین تو خونتون منم بشینم تو دانشگاه آنلاین با اسلاید درس بدم. سوال اینه که این بهتره یا اون بهتره، این باعث میشه نمرات شما بیشتر شه یا اون باعث میشه نمرات شما بیشتر شه. این کمیت غیر عینیه. چرا؟ کسی میتونه بگه چرا غیر عینیه؟ یعنی باز این مسئله اندازه گیریش این نیست که امکانات نداریم، ما پیچیده است اندازه گیریش و نمیدونم خیلی باید هزینه کنیم انرژی بذاریم و اینا، این واقعا یه ذره چالش اندازه گیریش. چرا؟ کسی ایده نداره؟ نمیدونیش در آینده حرف میزنیم، هیچ دیتایی قبلی ازش نداریم. یکی از دوستان میگه اندازه گیری نمره که چالش نیست، راستم میگه. پس چرا من به این دارم میگم کم، یعنی اصلا چیه، چرا من دارم به این میگم کمیت غیر عینی؟ همین مثال رو فرض کنیم، این کمیتی که من میخوام یعنی کمیت مشخص با فرض کنیم منابع، من همه چی دارم، مالی جانی همه چی دارم، آیا این کمیت رو شما به طور دقیق میتونید حساب کنید؟ میزان تغییر نمره ای که روش جدید نسبت به روش قدیم ایجاد کنه، روش نمیدونم اسلایدی به روش تختی. نه نه نه، این که عوامل دیگه میخوام ممکنه مهم باشه یه قصه دیگه است، این موضوع نیست. سوال اینه که آیا این کمیت رو من به صورت عینی دقیق میتونم حساب کنم اگه همه جور امکاناتی داشتم؟ چجوری اندازه گیری کنم؟ یکی بگه من چجوری میتونم دقیق اندازه گیری کنم؟ یکی از دوستان گفت میشه، دستش رو بره بالا که چجوری میشه؟ یا این دوستمون یا هر کس دیگه ای که دوست داره به این سوال جواب بده. اصلا یه لحظه به من میگید مفهومی که قرار اندازه گیریش کنیم چیه دقیقا؟ نمره است. خب نمره چی و چی؟ چی رو میخواید اندازه بگیرید؟ نمره کیه؟ نمره جدید و قدیم یعنی چی؟ میانگین نوبت دانشجویانه؟ اصلا داریم سعی میکنیم الان به چالش نزدیک میشیم. ببینید اصل چالش اینجاست، من اگر دقیق دقیق این کمیت رو به صورت عینی بخوام حساب کنم، باید تفاوت نمره مثلا چه میدونم این آقای ذوالفقاری که آخرین نفر اسمش بود در حالتی که از روش جدید استفاده میشه رو منهای نمره، یعنی بیام اینو نگاه کنم، نمره آقای ذوالفقاری با روش دو منهای نمره آقای ذوالفقاری با روش یک، نمره خانم لباف با روش دو منهای نمره خانم لباف با روش یک، این میشه اختلاف نمره در روش جدید و قدیم. ولی مسئله چیه؟
مسئله اینه که آقای ذوالفقاری و خانم لباف بالاخره یا با روش یک استفاده میشه، یعنی درس رو میگذرونن و نمرن میگن، یا با روش دو. خب در حقیقت این ایده هایی که دانشجوی پارسال و دانشجوی امسال و اینا رو با هم مقایسه کنیم، داره این کمیت غیر عینی رو سعی میکنه تخمین بزنه. کمیت اگر این کمیت رو به خاطر این میگم غیر عینیه، به خاطر اینکه اگر میخواستم عینیش کنم باید اینطوری میکردم، یه بار میگفتم خانم لباف با روش یک درس رو بگذرونه، یه بار با روش دو، و اختلاف این دوتا نمره رو در نظر میگرفتم. در این صورت میشد روش عینی. اوکی، مثلا میگم من یه زمانی میگم آقا اختلاف زمان رفتن از همت و حکیم مثلا برای رسیدن مثلا از غرب به شرق چقدره. خب در حقیقت اینو میتونم بگم که، یعنی سوال این میشه که اگه دقیقا یک نفر، خب به خاطر اینکه به قول دوستان این به هزار تا عامل دیگه، به روش رانندگی، به ماشین، به اینکه راننده نمیدونم چقدر حوزه لایی بکشه، نمیدونم از این ور اون ور بره، به هزار تا چیز دیگه هم ربط داره. خب من وقتی من میگم اختلاف دقیقا این دو روش، یعنی که دقیقا یک نفر هر دوی این کارها رو بکنه ببینیم چی میشه. خب منتها خب ما نمیتونیم این کارو بکنیم، نمیتونیم یک نفر همزمان، چون هم باید زمان هم نمیدونم همه چی یکسان باشه، نمیتونیم یک نفر همزمان هم از همت هم از حکیم بره. میتونیم دو نفر رو همزمان از حکیم و همت بفرستیم، میتونیم یه نفر رو تو امروز از حکیم بفرستیم از فردا از همت، و نمیتونیم یه نفر رو همزمان از هم حکیم هم همت بفرستیم. اوکی، بنابراین حالا یه کمیت های هستش که مثلا این دیگه وابستگی به زمان و اینا دیگه واقعا میتونیم ایگنور کنیم، یا وابستگی به آزمایشگر میتونیم ایگنور کنیم به طرز واقعا معناداری و چیز کنیم. یه موقع هم هست نمیشه. بنابراین در حقیقت این میزان تغییرات در دو روش، به مسئله میگم اگر یادگیری چیزی بود که مثلا من چیز نمیشد، چه میدونم تابع زمان و اینا نبود، یعنی یه بار یاد میگرفتی اینطوری نبود دفعه بعدم دی بلد باشی، من میتونستم تست کنم. مثلا میگم فرض کنید که من یه دفعه میخوام اینجوری یه انگشتی متنی رو تایپ کنم، یه دفعه میخوام مثلا ده انگشتی تایپ کنم. خب میدونم که بالاخره این تابع خستگی من و نمیدونم این که الان ساعت ده این کار میکنم یا ساعت ده و دو دقیقه این کار میکنم هست، ولی واقعا به صورت منطقی، به صورت منطقی خب هممون با هم موافقیم که اگه من یه متن مثلا ده خطی بدم، من الان یه بار اینجوری دو انگشتی تایپ کنم، یه بارم این متن رو ده انگشتی تایپ کنم، خب اختلاف زمان این دوتا واقعا میشه گفتش که آره این اختلاف زمان تایپ ده انگشتی و دو انگشتی دیگه. همه اینو بیخیال میشیم که با باشه میدونم حالا مثلا ساعت ده ممکنه میزان گلوکوز قند خونش مثلا میزان قند خونش نمیدونم اینقدر بوده، گلوکوز خونش اینقدر بوده، حالا با این سرعت تایپ کرده، ولی مثلا ده و دو دقیقه اینقدر بوده یه جور دیگه تایپ کرده، ولی منطقا هممون قبول داریم که من ساعت ده و ده و پنج دقیقه یه بار دو انگشتی تایپ کنم یه بار ده انگشتی، این واقعا داره میزان اختلاف زمان تایپ رو نشون میده. خب ولی هممون با هم موافقی باز احتمالا به صورت منطقی که خب معنا نداره که من یه بار یکی از شما رو بگیرم با روش جدید بهش احتمال در آمار درس بدم، یه بار با روش قدیم بهش درس بدم و اختلاف رو نگاه کنم. خب بالاخره این دفعه اول که درس دادم دیگه آمار رو یاد گرفت دیگه، حالا یه مقدار و این تفاوت جدی داره در وقتی که من دارم دفعه روش دوم رو همین شخص امتحان میکنم. اوکی خب ممکنه یکی بیفته با روش یک بد میشه مقایسه کرد. آها میخوام بگم که پس واقعیت اینه که یه وقتی من دارم راجب دو روش مختلف صحبت میکنم و میزان تغییراتی که در این دو روش دارم، خیلی وقت این کمیت یه کمیت غیر عینی رو داره راجبش صحبت میکنه، واقعا یه چیزی اون بیرون نیست که من مثلا فقط مشکل اندازه گیری دارم، ای مثلا چه میدونم منابع کافی داشتم میرفتم اندازش میگرفتم، مثلا اون قصه جمع و نمیدونم میانگین و تعداد و اینا نیست، قصه واقعا مشکل
چیز داره. ولی جالبه که من هم از احتمال برد پورتو صحبت میکنم، مثلا تمام این بنگاه های شرط بندی کمیت های مثل احتمال برد و نمیدونم این چیزا دارن میدن و پاشتن زندگی میکنن، خب، یا مثلا چه میدونم واقعا ما راجع به این که آقا مثلا فلان روش اینقدر بهبود داده، اینقدر کاهش داده، مثلا یعنی میخوام بگم که واقعا من دارم از این کمیت ها صحبت میکنم، خب، و میخوام بگم که تو من جالبه که ما خیلی وقتا این کمیت غیر عینی، این مثلا میزان تغییرات در روش جدید که این کمیت غیر عینیه رو دو روش رو خودشو نمیتونیم حساب کنیم، ولی اتفاقا تخمینگر میتونیم بگیم چی، کی میتونیم یه تخمینگر ناوری بزید داشته باشیم. خیلی مسخره به نظر میاد که کمیتی که من خودشو نمیتونم به راحتی فرمالایز کنم، که الان حالا میگم فرمالایز کردنش چه جوری انجام میشه، خب، ولی من برآوردگر خوبی ازش دارم. دقت کنید، یک کمیتی که به صورت عینی نمیشه حسابش کرد ولی برآوردگر خوبی میشه ازش داشت. اینجا کجاست؟ اینجاست که در حقیقت علم احتمال به درد ما میخوره. در حقیقت ما احتمال در تار و پود آمار دیده میشه و نقشه خیلی جدی بازی میکنه. خب، یک نقش اول اصلا تو تعریف کمیت‌های غیر عینیه. ببینید در حقیقت من این روشی که مثلا میگم، مثلا فرض کنید میانگین تغییر نمرات، خب در روش یک و دو، خب این کمیتیه که من غیر عینی نمیتونم حسابش کنم، ولی اتفاقا به لحاظ احتمالاتی خیلی ترتمیز میتونم تعریفش کنم. این میشه امید نمره به شرط روش یک منهای امید نمره به شرط روش دو. یعنی به صورت اصل موضوعی احتمالاتی خیلی تمیز میتونم تعریفش کنم. اوکی، یعنی این خیلی وقتا علم احتمال به من کمک میکنه که این کمیت غیر عینی رو اصلا تعریف کنم. این به لحاظ احتمالاتی یک کمیت فوق العاده خوش تعریفه، امید نمره به روش یک منهای امید نمره به روش دو به شرط روش دو. خب یعنی احتمال شرطی قشنگ ما میدونیم چیه، امید ریاضی میدونیم چیه، امید ریاضی شرطی هم میدونیم چیه. برای من دقیقا میتونم این کمیت رو به لحاظ احتمالاتی بگم یعنی چی، اگرچه به صورت عینی نمیتونم حسابش کنم. خب، پس یکی از کارهایی که احتمال برای من میکنه این کم تعریف کمیت های غیر عینیه. اگرچه دقت کنید که همین ماجرای احتمال الان باز در مورد برد پورتو یه چیز پیچیده ایه. خب، یعنی چی احتمال برد پورتو مثلا در بازی امشب فردا شب نمیدونم کی بازی داره، یعنی چی احتمال برد پورتو در بازی مثلا حالا امشب هست 16؟ این یعنی چی؟ یعنی چی که 16؟ به وقتی من به شما میگم که تاس میندازیم، تاس احتمال شیش اومدنش 1/6، همه شما میفهمید یعنی چی. یعنی چی؟ مثلا اول ببینیم میفهمید یعنی چی یا نه. وقتی میگیم یه تاس میندازیم احتمال شیش اومدنش 1/6 یعنی چی؟ کسی نمیدونه که یه تاس بندازیم احتمال شیش اومدنش 1/6 یعنی چی؟ هستید بچه ها؟ خیلی امروز بی حالید. اصل عدم رجحان. حالا اصل عدم رجحان لازم نیست، برای تاس خیلی خوبه. آها، در حقیقت میگن اگه تعداد دفعات زیادی بندازیم تاسو 1/6 دفعات تقریبا 6 میاد. یعنی اگه این تعداد دفعات های زیاد و زیادتر کنیم، تعداد دفعات که 6 اومده رو حساب کنیم تقسیم تعداد کل دفعات بکنیم، این به 1/6 میل میکنه. خب، به این بار به این معنی تاس میگیم احتمال 6 اومدنش 1/6. خب، منتها به این معنی من نمیتونم بگم احتمال برد پورتو 60% یا 0.6، به خاطر اینکه اگر من بخوام برد پورتو رو بگم 0.6 احتمالش، خب چیکارش باید بکنم؟ بگم
بازی امشب پورتو رو پورتو یه هزار باری انجام بده، ببینیم مثلا حدودا 600 بارش رو میبره یا نه. خب این که نمیشه. خب در حقیقت ما یک باز تو خود مفهوم احتمال یه احتمال عینی داریم، مثل تاس. تاس که میگیم احتمال شیش بردن تاس یکی چومه، یعنی که شما همین خیلی زیاد بندازید تقریبا یکی چومه دفعات شیش میاد، همین هی بیشتر بیشتر بکنید هم هی بیشتر بیشتر به یکی چومه نزدیک میشه این نسبت. یا مثلا اگه سکر رو یه تعداد زیادی بار بندازیم تقریبا نصف دفعات مثلا شیر میاد، برای من میگیم احتمال شیر اومدن یه دو بار. خب این احتمال عینیه. ولی پورتو احتمال برد 60% احتمال عینی نیستش. یعنی یک، یعنی من هی مخصوصا دارم این بحث فلسفی تو رو میکنم امروز، یه ذره میخوام چالش های ماجرا تو ذهنتون بیادش. خب که یعنی چی احتمال برد 60%؟ یعنی چی احتمال باخت مثلا نمیدونم 40%؟ اینه یعنی چی؟ خب این کلی بحث تو فلسفه احتمال. خب که در حقیقت علم احتمال این دور زمونه با یک روش اصل موضوعی سعی کرده برای این مسائل فائق بیاد و خودشو درگیر نکنه با این ماجرا. خب یکی از دوستان میگه توی تاس هم تعریف میکنیم که هم شانس همه اونا، نه با حد گرفتن. نه این درست نیست. در حقیقت ما تاس سالم این ویژگی داره که اگه خیلی بندازیم واقعا یک شیشم دفعات چیش میاد. مثلا یه تاسی ممکنه کج و موبت شده باشه، مثلا هزار بار بندازیم حدودا 700 بار شیش بیاد، نمیدونم 100 بار شیش بیاد، اگه مثلا 100,000 بار بندازیم حدودا مثلا 10,000 بار شیش بیاد، و اون وقت مثلا میگیم احتمال شیش اومدنش 1/10. من به صورت عینی میتونم تعریف کنم که احتمال شیش اومدن چقدره. حالا هر چی که هستش، من با اصل موضوعی نمیگم اینا یک شیشم. حالا بعدا اون یه چیز دیگه است که چه جوری مثلا برگردیم بگیم این با اون احتمالش برابره و اینا، ولی واقعا تاسو میتونم به صورت عینی احتمال تعریف کنم براش. حالا ممکنه یک شیشم نباشه این عدد، میگم یه تاسی سالم باشه واقعا یک شیشم باشه، یه تاسی خراب باشه مثلا احتمال شیش اومدنش بشه نمیدونم 1/10، یه تاسی دیگه خراب باشه احتمال شیش اومدنش بشه نمیدونم 1/3. همه اتفاقا ممکن بیفته، ولی این احتمال عینیه. خب یه چیزی من یه آزمایشی من هی تکرار میکنم تعداد دفعات نتیجه فلان میگم احتمال فلانه. خب ولی مثلا من یک چیزایی ماهیتاً تکرار پذیر نیستن، مثل مثلا قصه بازی پورتو، احتمالی که فردا بارون بیاد، فردا یه روز بیشتر تو کائنات نیست. خب برای من اصلا هیچ گزینه این که فردا رو 100,000 بار تکرار کنم ببینم که حالا چقدر با احتمال داره بارون میاد، چه کسیش بارون اومد چه کسیش بارون نیامد نداریم دیگه. فردا یا بارون میاد یا بارون نمیاد، با من یه عددی حالا نقشه های نمیدونم هواشناسی و شرکتی سازمان هواشناسی و اینا یه عددی میدن دیگه، میگن آقا فردا احتمال 30% بارون میاد. خب ما هممون میدونیم بالاخره بارون میاد یا نمیاد دیگه، نمیشه هم با یعنی بارون بیاد هم بارون نیاد. خب البته بارون اومدن به معنی که در یک زمانی از روز بارون بیاد. خب حالا در حقیقت اینا قصه هاییه در فلسفه احتمال. خب ولی از این قصه ها بگذاریم، یکی از کارکردهای احتمال دقیقا اینه که برای کمیت های غیر عینی فرمول بندی بده. خب یکی از کارکردهای احتمال توی آمار اینه. یکی از کارکردهای دیگه‌اش یه قالب و معیار واسه بررسی کیفیت برآوردگرها. خب یعنی چی؟ یعنی مثلا میگم من برآوردگر که میسازم، من مثلا میانگین نمونه تصادفی که گرفتم و اینا، در حقیقت کانسپت نمونه تصادفی قالبیه که از رشته از علم احتمال گرفته شده. نمونه تصادفی، خب این علم احتمال میان میگه نمونه تصادفی یعنی چی؟ این قالبو میده و بعد معیار میده واسه کیفیت برآوردگرها. میگه آها تو مثلا میانگین نمونه رو میخوای برای تخمین میانگین کل جامعه استفاده کنی، مثلا این میانگین نمونه اوریبی داره، این میانگین نمونه واریانس داره و و و و و, 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 و از این جور چیزا. اوکی پس
در حقیقت قالب و معیار واسه بررسی کیفیت برآوردگرها بوده. قالبش به این معنی که مثلا نمونه تصادفی اینا میتونی تعریف کنی، خب امید ریاضی مثلا که امید ریاضی این برآوردگر چقدره، این برآوردگر تصادفی یا امید ریاضی چه اینقدره، خب اینا قالبیه که بید. بعد مثلا میشه کمیت مثل اوریبی صحبت کرد، میشه راجع به چیزایی مثل واریانس صحبت کرد. و در حقیقت علم احتمال جا به جای آمار، چه از بی بسم الله که یه کانسپتیه مثل مثلا میگم تعریف کمیت های غیر عینی، امید مثلا نمره در روش یک منهای امید نمره در روش شرط روش دو، اینا رو مثلا میشه تعریف کرد، یا میشه مثلا برای برآوردگرها چیز کرد و کلی حالا کار دیگه هم میتونه بکنه. حالا بعدا راجع به این بازه اطمینان و اینا صحبت میکنیم. اوکی، خب پس خسته نباشین، خدا نگهدار.